سلام، من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم. به چنل ما خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی، البته ترسناک، حرف میزنیم. پرونده که امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم یه پرونده قتل که تو ایتالیا اتفاق افتاده و 3 کشور بهش مرتبطن: خود ایتالیا، انگلیس و آمریکا. به دلایلی که هیچ کس نمیدونه این پرونده خیلی رسانه‌ای شد و خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. به همین دلیل هم خیلی شاخ و برگ اضافی و دروغ بهش اضافه شد. ما امروز تصمیم گرفتیم این پرونده رو بررسی کنیم. بریم شروع کنیم. در 20 سپتامبر 2007 آماندا ناکس، یک دختر 21 ساله آمریکایی، برای یک دوره تحصیلی وارد ایتالیا شد. او در یک خانه دانشجویی در مرکز شهر پروجای ایتالیا ساکن شد. در این خانه 2 طبقه 4 پسر در طبقه پایین و 4 دختر در طبقه بالا سکونت داشتند. در طبقه دوم 2 دختر ایتالیایی و 1 دختر انگلیسی به نام مردیت کرچر و آماندا ساکن بودند. آماندا در آمریکا به صورت پاره وقت باریستا بود و به محض ورود به ایتالیا توانست به واسطه ظاهر جذابش در یک کافه مشغول به کار شود. ساعت 10:30 بود که آماندا خونه رافائل از خواب بیدار شد. اما قبل از این که جلوتر بریم و داستان رو بشنویم، بذارید بهتون بگم رافائل کیه. حدوداً 1 هفته پیش آماندا و مردید با هم رفته بودن به یک کنسرت که اونجا رافائل و آماندا با هم آشنا میشن و خیلی از همدیگه خوششون میاد. بعد از کنسرت آماندا و رافائل تا خونه رافائل پیاده روی میکنن و حسابی با هم حرف میزنن و گرم میگیرن. بعدش هم آماندا بهش میگه که تو خیلی شبیه هری پاتری و خیلی از هم خوششون اومده بوده و آماندا شب خونه رافائل میمونه. از اون شب به بعد آماندا بیشتر شبها رو خونه رافائل میبود. خب خودش تا هم اتاقی داشت، خب خونه خودش راحت تر بود دیگه. خب شنیدیم که ساعت 10:30 آماندا خونه رافائل از خواب بیدار شد. خب تصمیم گرفت بره خونش، یه دوش بگیره، لباساشو عوض کنه و دوباره برگرده خونه رافائل. اومد که بره داخل خونه، متوجه شد که در خونه بازه. مثل اینکه قفل خراب بوده و اینا همیشه در خونه رو قفل می‌کردن و این سری در خونه قفل نشده بود. خیلی عجیب بوده این قضیه. آره، چون هم اتاقی هیچ وقت همچین کاری انجام نمیدادن. توی اتاق وسایل قیمتی داشتن، کامپیوتراشون بوده. گفت که حتما کسی یادش رفته و اهمیت نداد، با اینکه عجیب بود. رفت دوش بگیره، دید که روی شیر آب لکه‌های خونه. گفت شاید یکی خون دماغ شده، یکی پریود شده. چند تا قطره خون خب جای سوال نداره اونقدر. دقیقاً جای سوالی نداره. رفت دوششو گرفت و برگشت، اومد پاشو بذاره روی پادری، متوجه رد پاهای خونی شد. و واقعاً به نظر خون میاد. یعنی الان که تو عکسام نگاه می‌کنی، رد خونه قشنگ. یکم ترسید، گفت که خب شاید یه اتفاقی افتاده، ولی بازم به نظر من کاهلی کرده بود تا اینجا که مثلا دیده بود رد پای خونی، بازم اهمیت نداده بود. دیگه یه آدم ترس پیدا میکنه دیگه. رفت که موهاشو خوش کنه توی اون حموم دیگه، دید که یه نفر مدفوع کرده و سیفونو نکشیده. دیگه یه کم اینجا دیگه واقعا ترسید، وسایلاشو جمع کرد و رفت خونه رافائل و صحنه رو برای رافائل توضیح داد. رافائلش گفت که خب زنگ بزنیم پلیس بیاد، بریم چک کنیم، شاید دزد اومده، این چیزا نرمال نیستش که تو. آره خیلی چیز عجیب غریب، یعنی این همه چیزا با هم دیگه عجیب غریب میشه. آماندا به هم‌اتاقیاش زنگ زد. یکی از هم‌اتاقیاش گفت که من خونه دوست پسرم بودم شب و نبودم خونه. اون یکی هم‌اتاقیش هم که رفته بود روم برای بیزینس و نبود. موند مردیت. به مردیتم هر چقدر زنگ زد جواب تلفنش رو نداد. به همین جهت با رافائل بلند شدن رفتن خونه خودش که چک کنن ببینن چه خبره. اتاق نشیمن نرمال بود، آشپزخونه نرمال بود، فقط همون مدفوع بود و ردپاهای خونی. آماندا در اتاق یکی از هم اتاقیاشو باز کرد و متوجه شدن که شیشه‌ای که رو به بیرونه شکسته. یعنی به نظر میمد یه نفر سنگ زده و شکسته. لباسا به هم ریخته بود ولی کامپیوتر بود، یعنی به نظر نمیومد چیزی دزدیده شده باشه. فقط یک کمی نامرتب بود. آماندا در اتاق مردیت رو باز کردن، در اتاق مردیت باز نمیشد. آماندا میگه من یواش در زدم، گفتم مردیت، گفتم شاید خوابه.
دیدم جواب نمیده. محکمتر در زدم، دیدم بازم جواب نمیده. دادم زدم، دیدم جواب نمیده. و سابقه نداشته که مردیت در اتاقشو قفل کنه. میان از پنجره بیرون که نگاه کنن داخل اتاق مردیتو دید نداشتن، نمیتونستن ببینن که داخل اتاق چه خبره. به همین خاطر رافائل زنگ میزنه به پلیس. Pronto, buongiorno, senta, qualcuno è molto disordine, c'è una porta chiusa, cioè, c'è pure sono pure macchie di sangue nel bagno. C'è una porta chiusa, qual è la porta chiusa? Sì, una delle conquiline che non c'è, non sappiamo dove. No. Va bene, adesso mando una pattuglia così verifichiamo la situazione. آماندا و رافائل همدیگر رو بغل کرده بودن و کنار جاده منتظر آفیسر بودن. آفیسر پلیس که رسید بهشون گفت که چند ساعت پیش یه خانم با ما تماس گرفته و گفته که دو تا گوشی تلفن همراه توی باغچه خونش پیدا کرده و ما متوجه شدیم این گوشی تلفن متعلق به مردیت هم اتاقی شماست. شما دیدینش ندیدینش؟ که آماندا گفت نه، من مردیت رو ندیدم، سعی کردم باش تماس بگیرم و نتونستم. در همین موقع یکی دیگه از هم اتاقی هاشون هم رسید و اون گفت که مردیت اصلا سابقه نداشته در اتاقش رو قفل کنه و شما باید در اتاق مردیت رو باز کنید. اما آفیسر گفت که نه، من این کار رو نمی کنم، این در حوزه اختیارات من نیست و از این حرفا. خلاصه دوست پسر اون هم اتاقیشون با رافائل با لگد در اتاق مردیت رو به هر زحمتی که بود باز کردن و صحنه‌ای که دیدن باز شد که پلیس داد بزنه و بهشون بگه که از خونه برید بیرون، سریعا از خونه برید بیرون. با باز شدن در اتاق مردی تو میتونستی خون رو همه جا ببینی، دستی که خونی بود و به دیوار انگار تمیزش کرده بودن، بدن بیچاره مردی تو با پتو پوشونده بودن، بعد از اینکه پتو رو برداشتن بدنش برهنه بود و اینکه بهش تجاوز شده بود. قاتل نیومده بوده هیچ مدرک و اینا رو پاک کنه، همونجور گذاشته بوده، این خیالش نبوده. اصلا براش مهم حتی نبود. حتی مدفوعی هم که تو توالت گذاشته بوده سیفون نکشته بوده. نه اون یعنی همه رو گذاشته بود. یعنی هر جا که می‌خواستی نگاه کنی می‌دیدی که قاتل یه کاری کرده. توی توالت که رد پاش هست، یعنی اینا هم همه رداش هست. در پزشکی قانونی مشخص شد که مرگ مردیت بر اثر چاقویی که در گلوی او خورده است بوده. همچنین مشخص شد به او تجاوز شده است. در بدن او کبودی‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد درگیری بین او و مهاجم وجود داشته. همچنین مردیت سعی در نگه داشتن جای زخم کرده است. شکستگی‌هایی در چانه او نیز وجود داشت. پزشکی قانونی اعلام کرد مرگ او بلافاصله نبوده و فاصله بین ضربه خوردن و مرگ چند ساعت طول کشیده است. هیچ وقت مشخص نشد چرا این پرونده انقدر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. چرا به جای اینکه قتل رو پوشش بدن، اون مدارک کشف شده رو پوشش بدن، توجه‌ها رفته بود روی آماندا و رافائل. یعنی مده بودن اون صحنه‌ای که اونا همدیگر رو بغل می‌کردن و می‌بوسیدن و گفته بودن که چرا هم‌اتاقش مرده، اینا همدیگر رو بغل می‌کنن، چرا باید همدیگر رو ببوسن، چرا آماندا گریه نکرده؟ روابط شخصی مردم و زندگی شخصی مردم رو برده بودن الان تو. دقیقاً اولیو سال مثلا یکی از خبرهایی که پخش شد این بود که آماندا و رافائل روز بعد از قتل با هم رفته بودن توی مغازه که لباس زیر بخرن برای آماندا و اونو داشتن در مورد سکسشون حرف میزدن. اون آقای مغازه‌دار مصاحبه کرده بود و گفته بود در مورد اون شب صحبت میکردن که با هم سکس داشتن. هیچ کس نگفت که خب آماندا به خونش دسترسی نداشته، لباس زیر قتل بوده دیگه، نمیتونسته از اونجا لباس زیرش برداره، لباس زیر احتیاج داشته رفته بخره. اون آقای مغازه‌دار چرا دام به حرفای اینا گوش داده؟ یعنی بیشتر از این که روی قتل، روی مدارک، روی جنایتی که اتفاق افتاده مانور بدن، روی اینجور چیزا مانور میدادن. از روز اول پلیس به آماندا و رافائل مشکوک بود، یعنی جزو مظنونیشون بودن. به همین دلیل روی تلفن‌هاشون شنود گذاشتن، اما خب از تلفن‌ها نتونستن، هیچی دستگیرشون نشد. در یکی از مصاحبه‌ها که از رافائل فقط خواستن بیاد برای مصاحبه، آماندا هم همراهش رفت و باز دوباره یه چیزی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت این که ظاهراً موقعی که رافائل در حال مصاحبه بوده آماندا داشته پشتک می‌زده، باهاش 180 درجه باز می‌کرده، که یکی از کلانترا میاد باهاش دعوا می‌کنه، میگه که ما داریم در مورد قتل دوست تحقیق می‌کنیم، تو چرا این کارا رو می‌کنی؟ بعدها مشخص میشه خب آماندا لوگا کار می‌کرده، به خاطر همین
داشته اون کار رو انجام داده، ولی باز هم برای بقیه سوال بود که آیا توی کلانتری برای کم کردن استرس آیا میشه رو یوگا کار کرد یا نه، از اینجور حرفا. در مصاحبه که از رافائل شد، با رافائل خیلی بد برخورد کردن و بهش میگفتن که تو شرایطت خیلی بده، تو شرایطت خیلی وحشتناکه، آماندا قتل انجام داده، تو داری باش همکاری میکنی، داری از کی حمایت میکنی. یه چند ساعتی این مصاحبه طول میکشه و در آخر رافائل میگه که من شک دارم آماندا اون شب پیش من بوده باشه، من فکر میکنم که آماندا بعد از ساعت یکی شب اومده پیشم، داشتن علنا روی مغزش کار میکردن که تلقین میکردن بهش که مثلا آره اینجوری بوده یا نبوده. به هر جهت رافائل این حرفو میزنه و وقتی که اون این حرفو میزنه هر دو رو دستگیر میکنن، هم آماندا و هم رافائل دستگیر میشن. خلاصه اومدن از آماندا مصاحبه گرفتن، 6 ساعت مصاحبهش طول کشید و در این 6 ساعت بهش میگفتن که تو کشتی، بیا بهمون بگو چی کار کردی، چجوری مردی، تو کشتی. و آماندا هر بار میگفت که من نمیدونم رافائل چرا این حرفا رو زده، چرا گفته اون شب من پیشش نبودم، ما اون شب با هم فیلم امیلی رو دیدیم، بعدش من یادم اومد که صاحب کارم بهم پیام داده که امشب نمیخواد بیای سر کار و من بهش پیام دادم که باشه بعدن میبینمت، بعدش هم ما با هم غذا درست کردیم، ماهی درست کردیم و بعدش هم یه ذره گل کشیدیم و بعد هم خوابیدیم و من اون شب خونه رافائل بودم، جایی نرفتم. بعد از اینکه این حرف ها رو آماندا زد، پلیس اون پیامکی که به صاحب کارش آقای پاتریک داده بود و چک کرد و میگفت که منظور چیه که بعدن میبینیش، یعنی تو یه جای دیدیش الان میگی بعدن میبینیش، یه چیزی میخواستن از توی این پیامه رو در بیارن، مثلا یه جوری کسی رو بشه چی بزنن، اتهامی بزنن. دقیقاً میگفت که مترجمم آماندا، میگفت مترجمم بهم گفته که تو اختلال پس از حادثه داری، تو بودی اون لحظه که مردی تو کشتم، الان یادت نمیاد، من مطمئنم که دیدی. آماندا میگفت که همین حرفا من یهو یه تصویرسازی کردم که صاحب کارم رو دیدم، آقای پاتریک رو دیدم و صدای جیغ مردی تو انگار شنیدم واقعا. و گفت که آره صاحب کارم کشته، میگفت به زبون آوردم و گفتم پاتریک کشته، من صدای جیغش رو شنیدم و یه کاغذ آوردم و کاغذ رو امضا کرد و به این ترتیب آقای پاتریک هم دستگیر شد. یعنی اصلا این کار نداشتن که یه سری دی ان ای وجود داره اونجا، رد خون وجود داره، مدفوع وجود داره، خواستن خودشون فقط راحت کنن دیگه، دنبال این شخصی بودن که بچسبنش. آماندا و رافائل و آقای پاتریک هم میرن زندان. خب وقتی میرن زندان آزمایش میگیرن ازشون، یکی از آزمایشایی که از آماندا گرفتن تست خون بود و بهش اومدن گفتن که تو ایدز داری. با آماندا گفتن تو ایدز داری و تو دختر خیلی بیبند و باری و از این حرفا. بعد آماندا تو دفتر خاطراتی که مال خودش بوده توی زندان داشته شروع میکنه به نوشتن که آره من خیلی ناراحتم که ایدز دارم، من میخواستم تشکیل خانواده بدم، کی به من این کار رو کرده، و اسم معشوقه هاش و اسم کسایی که باهاشون رابطه جنسی داشته رو نوشته. ظاهرن تعدادشون 7 نفر بوده و توی اون دفتر نوشته که با کدوم ها کاندوم استفاده کرده و کدوم ها کاندوم نداشته. دقیقا جزئیاتش همه رو نوشته، همه رو نوشته بوده و دوباره به اینا رفت روی روزنامه ها. یعنی دفتر خاطرات آماندا دوباره رفت روی روزنامه ها که این یه دختر خیلی بی بند و باره، این کار رو کرده، قتل مردید نتیجه یه بازی جنسی بوده که پاتریک و آماندا و رافائل کشتنش. یعنی اصلا توجه ندارن که یه نفر مرده، فقط به همین جور فقط میخواد که یه چیزی گیر بدن. و بعد مشخص میشه که ماجرای ایدز یه بازی روانی بوده با آماندا که اگر مردی تو کشتن بیا لو بدن. در همه جای اتاق خواب مردید داخل خونه تونستن یه دی ان ای مشخص پیدا کنن، یعنی نه دی ان ای آماندا بود نه دی ان ای رافائل بود، فقط یه دی ان ای خاص بود که متعلق به یه پسر 21 ساله به اسم رودی بود. رودی متولد ساحل آج بود و قبلا تقریبا 2-3 روز قبل از قتل به جرم سرقت از یه مهد کودک دستگیرش کرده بودن و الان هم داخل ایتالیا نبود، یعنی کلا سابقه دزدی و چیزا هم داشت، سابقه دزدی نداشته، آره الان از ایتالیا خارج شده بود و رفته بود آلمان. پلیس اومد یکی از دوستای رودی رو گیر آورد و بهش گفت که بیا زنگ بزن به رودی و ما صحبتاتون رو بشنویم. یه قسمت از این حرفا هستش، بریم با هم بشنویم.
Ci sei? Già. Tu mi senti? Sì. La ragazza che è stata uccisa, l'ho conosciuta la sera prima. Allora, che è successo? Il giorno dopo sono andato in questa casa. Allora, alla fine non abbiamo fatto niente perché lei non aveva il preservativo, neanche io ce l'avevo. Io sono andato in bagno. Dopo di casa ho sentito urlare e sono uscito velocemente dal bagno. L'ho visto questo qua. Era semibuio, di faccia non l'ho visto. Questo qua è fuggito, è scappato, è uscito dalla porta. Ho visto Merit che già sanguinava, stava arrancando alla gola. E c'era lei che mi spingeva forte. C'ho avuto paura, ero tutto di sangue. Mi piace paura, e mi ammazzo. پلیس بین الملل رودی خیلی سریع به ایتالیا دیپورت شد و خیلی سریع هم دادگاه جداگانه برگزار کرد و محکوم هم شد در اون دادگاه به 30 سال زندان. دینش همه جا بود و نمیتونست انکار کنه و از اون مهمتر اون گفته بود که من سکس نداشتم با مردید، در صورتی که توی واژن مردید اسپن اونو پیدا کرده بودن. به هر جهت محکوم شد. دادگاه رافائل و آماندا هم تشکیل شد. اول از همین که آقای پاتریک چی شد؟ تبرئه شد. چون نه دی ان ایش پیدا شد و اینکه آماندا هم اعترافاتش رو پس گرفت و گفت که نه، من تحت فشار بودم، به سرم ضربه خورده بوده و تصویر سازی کردم و آقای پاتریک هیچ نقشی نداره. خب رفتش. ولی آماندا به 26 سال زندان و رافائل به 25 سال زندان محکوم شد. تنها دلیلی هم که داشتن که اینا رو محکوم کرده بودن، یه چاقو داشتن که از خونه رافائل به دست آورده بودن که روی دستش دی ان ای آماندا بود، روی تیغش هم دی ان ای مردیت بود، ولی دی ان ای مردیت خیلی کم بوده، خیلی جزئی بوده. روی سگک سوتیان مردیت هم که 46 روز بعد از قتل زیر یه قالیچه پیدا شد، دی ان ای رافائل رو پیدا کردن. به همین ها بسنده کردن و گفتن این دوتا هم توی قتل نقش داشتن. دادستان میگفت که آماندا خیلی دختر بی قید و بندیه. اون شب رودی و رافائل اومدن خونه و با هم داشتن کارهای بی اخلاقی انجام میدادن. مردید خیلی دختر خوبی بوده، اومده بهش تذکر بده و آماندا میخواسته اونو ادب کنه و کشتنش. یکی از دلایل مسخره دیگه که آورده بودن میگفتن که فقط به فقط زنها هن که روی جسد رو میپوشونن بعد از قتل، مردان نمیپوشونن. پس چجوری اون وقت تجاوز شده بوده بهش؟ دیگه مشخص نیست. 3 سال طول میکشه، یعنی آماندا و رافائل 3 سال داخل زندان بودن که اولین دادگاه تجدید نظر تشکیل میشه. در این دادگاه وکلایی که داشتن گفتن که فقط به فقط باید مدارک دوباره چک بشه، این دی ان ای هایی که پیدا شده باید دوباره چک بشه. خب گفتیم روی یه چاقو دی ان ای آماندا بوده که به قدر کافی بوده، یعنی انقدر دی ان ایش زیاد بوده که مشخص بوده. ولی روی تیغه که دی ان ای مردیت بوده، وقتی که چک کردن متوجه شدن که این چاقو با وسایل دیگه که با مردید بوده توی کنار هم دیگه بودن، همه رو با هم دیگه قاطی کرده بودن و برده بودن. به خاطر همین بوده که چاقو دی ان ای مردید رو داشته و اون متخصصا میگفتن که این آلودگیه. آلودگی یعنی دی ان ای نیست که تو بگی مثلا چند بار با چاقو زده باشی دی ان ای اون باشه، این آلودگیه. بعد از اون هم اون سگکی که پیدا کردن که دی ان ای رافائل بود، اونم میگفتن اصلا قابلیته، اونم خیلی کم بوده، خیلی جابجا شده بوده، یه تیکه وقت زیاد اونجا مونده بوده. اصلا از اون مهمتر دو تا دی ان ای ناشناس دیگه هم روش بوده. یعنی متخصصا میگفتن که شما نمیتونید مثلا بگید ما این دی ان ای رو میخوایم چون اینو میخوایم محکوم کنیم، اون دو تا دی ان ای رو نمیخوایم، اگه اینو میخوایم اونا رو هم باید بخوایم، یعنی با تکلیف اونا رو مشخص کنیم. به همین دلیل
اومدن اینا رو تبرئه کردن و آزاد شدن. سال 2011 دیگه اینا برای همیشه آزاد میشن، یعنی دیگه دادگاه میگه که اینا آزادن میتونن برن. همون روز آماندا ایتالیا رو ترک میکنه و میره آمریکا، بعدش هم شروع میکنه به درس خوندن و وکیل میشه. سال 2014 فارغ التحصیل میشه از دانشگاه. در همین بینم یه عده پیدا میشن، دوباره میرن از آماندا شکایت میکنن و میگن که رفتارش باید مورد بررسی قرار بگیره. رفتارش نشون نمیده که یکی از دوستاش مرده، این رفته دوست پسرش رو بوس کرده، نمیدونم بغل کرده، رفتار نرمالی نداره. در این دادگاه که قرار تشکیل بشه میره به بالاترین سطحی که توی کشور، دیوان عالی ایتالیا، یعنی پرونده رو میگه میدن اونجا، سطح کشوری میشه. آره، آماندا خودش نمیره ایتالیا ولی وکیل اونجا داشته که این کارو میکردن. و بعد از این دادگاه حکم میده و میگه این پرونده برای همیشه مختوم است و آماندا و رافائل تبرن، چرا که ما هیچ اثر بیولوژیکی پیدا نکردیم ازشون. آره دیگه، همش فقط دی ان ای بوده که همش خواستن زورکی از یه جای پیدا بکنن. دقیقاً، مثلا میگفتن که پلیس اون موقعی که داشته جسد رو برمی داشته مکان استریلیزه نبوده، مثلا از یه دستکشی که اومدن استفاده کردن این شیء رو برداشتن، دوباره به همون شیء دیگه هم برداشتن. آره، بعد میگفت این دی ان ای آلودگیه، یعنی اصلا نشون نمیده که اینها قاتلن. بعد خیلی ها از همین دادستان با کفش پاشده رفته داخل خونه، یعنی اصلا اون محیطی که باید مثلا صحنه جرم و محیط درست نگه میداشتن و مثلا صحنه رو درست بررسی میکردن، اصلا اون کار رو انجام نداد، اصلا اون کار رو نکردن. به خاطر همین بعد هم میگفت که دادگاه گفته بود رسانه ها خیلی پوشش دادن این اتفاق و خیلی بهش، اصلا هیچکی توجه نداشت که آقا مردیت مرده، رودی قاتله، چرا به اینا انقدر گیر دادید. به هر جد اینها تبرئه میشن و رابطه آماندا و رافائل، رابطه احساسیشون همون زمان توی چه تموم میشه؟ توی ایتالیا تموم میشه و دیگه هیچ رابطه احساسی نداشتن. ولی از اونجایی که من خیلی کنجکاو بودم رفتم چک کردم، مثلا توی اینستاگرام هنوز همدیگه رو فالو دارن و آماندا ازدواج کرده با یه آقایی که شاعره و پرونده افرادی که به اشتباه مجرم شدن رو بررسی میکنه. رودی هم همچنان مصره که قتل انجام نداده و دنبال اینه که ثابت کنه که این کار انجام نداده و توی دادگاه تجدید نظرم از حکمش از 30 سال اومده به 16 سال محکوم شده، ولی به هر جهت نتونسته ثابت کنه. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. این پرونده تموم شد، لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.